This was the worst day of my life. Millions of people watched as I repeated the lies that were fed to me and apologized to Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei. سعی من توی این فیلم این بود که اعترافات و اثر اعترافات، اثر شخصی، اثر سیاسی، اثر اجتماعی اعترافات روشنفکرها، نویسنده ها و افراد غیر سیاسی رو در حقیقت در دوران آیت الله خامنه‌ای نشون بدیم. چون نوع اعتراف گیری ها و میشه گفتش که تواب سازی های دهه 60 یه چیز متفاوت بود اصلا. و شما نمیتونید اصلا مقایسه بکنید دهه 60 رو، میتونید مقایسه بکنید ولی به نظر من مقایسه اشتباهیه. یه نکته که برای من جالب توجه بود و کاملا محسوس بود حضور خالی در واقع زنان در این فیلم شما بود. زنانی هستن که از همون قشری که شما میگید و بهشون پرداختید حتما هستن که از اونها هم اعتراف گیری های اجباری و دروغین گرفته شده. آیا این انتخاب آگاهانه شما بوده یا اینکه دلیلش میتونه این باشه که زنها راحت نیستن راجع به اون چه که در پروسه اعتراف گیری بر سرشون اومده جلوی دوربین صحبت بکنن؟ من با دو تا خانم میخواستم اتفاقا توی فیلم صحبت بکنم و باهاشونم قبل از فیلم صحبت کردم. برای هر دوشون به من گفتن که حاضر نیستن جلوی دوربین بیام و من آرزو داشتم اگه میتونستم با یه زنی صحبت بکنم در این مورد. ولی افراد من توی این فیلم باهاشون صحبت کردم که بتونم باهاشون راحت صحبت بکنم، اونا بتونن با من راحت صحبت بکنن و در حقیقت بتونن تمام جوانب اعترافگیری، تاثیر روحی روانی اعترافگیری رو توی مصاحبه هاشون برای من شرح بدن و بهتر برای تماشاشی شرح بدن. و حالا به هر حال اگر قوتی هم این فیلم داره به خاطر متمرکز بودنشه و به خاطر اینه که افراد خیلی راحت با دوربین ارتباط برقرار میکنن و همونطور که خودتونم توی فیلم دیدید دو تا از برجسته ترین حضورهایی که توی فیلم هست حضور دو تا زنه، لیلی پورزند و مهرنگیز کار که در مورد پدر و همسرشون سیامک پورزند صحبت میکنن. توی این مسائل شما حالا یک زنی رم باش مصاحبه کرده باشید که بگید من تعدد جنسیتی برقرار کردم اینجا، بعد اون وقت سوال میتونه پیش بیاد که چرا یک نفر از پنج نفر، که بعد مثلا دو تا زن باشن چرا دو تا نفر از پنج نفر، سه نفر از پنج نفر. آقای بهاری، نسخه فارسی فیلم شما هم از شبکه تلویزیون بی بی سی فارسی پخش شد ولی این نسخه متفاوته از اون نسخه‌ای که به زبان انگلیسی در جشنواره فیلم مستند در آمستردام ایفا پخش شد. به طور مشخص بخشی از این فیلم در نسخه فارسی حذف شده بود، بخشی که امید معماریان از اعترافات خودش میگه. دلیل این چی بوده؟ آیا این به سیاست‌های خود تلویزیون بی بی سی فارسی برمیگرده و یا اینکه انتخاب شما بوده که دو نسخه مجزا و متفاوت تهیه بکنید؟ وقتی که یک شبکه تلویزیونی یه فیلمی رو سفارش میده یک سری انتظاراتی داره، یک سری پیشنهاداتی داره و به هر حال چون در حقیقت یک محصولی رو از شما میخواد یه سری چیزایی رو به شما میگه و به خاطر همینم توی این فیلم بعد از اینکه نسخه انگلیسی رو دیدن خواستند که در نسخه فارسی آقای آبراهامیان به عنوان یک در حقیقت کارشناس وارد فیلم بشن و زمان فیلم هم محدود بود و چون فیلم باید یک در 54 دقیقه 56 دقیقه حد اکثر می بود یکی از شخصیت‌های فیلم متاسفانه باید حذف می‌شد که امید معماریان حذف شد، ولی در نسخه انگلیسی امید هست ولی آقای آبراهامیان نیست. این داستان یه ضربه‌ای به ما زد که ترمیم ناپذیره. من قشنگ میفهمم زنی که بهش تجاوز میشه چه حسی داره واقعا یا مردی که بهش تجاوز میشه، چون اون لحظه تجاوز میگذره به هر حال دردش هم فراموش میشه. اما واقعیت قضیه این استش که من هنوزم هر روز و هر شب درد تجاوز رو حس میکنم.